مامان بیا نقشه رو براتون پیدا کردم. ببینم این فراوان کجا اینجاست. این کمه هاست. چیکار داریم برای واقعی جای پرت و پلایی ها؟ من رفتم قربونت برم. وایسا کجا میری؟ میام خونه سلما، اینا دیگه کار داریم. فعلا مشکل بابات از هر کاری مهمتره. چه مشکلی باز ماما؟ خدا خودم هم نمیدونم. مامان نپرس. کجا میخوای بری الان؟ مامان تو رو شیر بچه رو دادم، همین الان هم عوضش کردم. حواست بهش باش. تمام برگردم. مامان پس حداقل زود برگردین. من با دوستام قرار گذاشتم. مهری خانم. سلام مهری خانم. سلام، قدم نورسیده. سلام مهری خانم. مبارک. خوبه؟ ببخشید دیگه باید زودتر خدمت میرسید. نه بابا، من باید میامدم خدمت شما. خدا اینقدر گرفتار بودم که آخه میبینم میشینم. بفرمایید داخل. نه مزاحمتون نمیشه مهری خانم. بله. مثل اینکه عجله دارن. بله. نه بابا اینقدر اجازه بدید. میبینم میشین گلو. ای خدا اسمش چی گذاشتی؟ فاطمه. شله زنده باشه فاطمه خانوم. بفرمایید. این چیه؟ این یه هدیه است به خاطر برکتش. بفرمایید. شما برای من هدیه آوردی، من باید به شما هدیه بدم. این کارا چیه میکنه؟ شما هدیه‌تون رو جلو دادین مری خانم. بله، یه ماهی که تو خونم آقا شریف اومدن دستمزدمو به هم دادن سر برج. ممنون. دست شما درد نکنه. شله زنده باشه برات. ممنونم. دست درد نکنه. رحیم این کارا چی میکنه والا. خب من دیگه باید برم. با اجازه. کجا مری خانم؟ جایی میخواین برین؟ آره، من تو دیگه مزاحم شما نمیشم. نه خواهش میکنم. نه بابا این حرفا چیه؟ بفرمایید. مزاحم نمیشم. نه بفرمایید. دست درد نکنه رحیم، خدا تو رو رسون بزن. دلم قرار نگرفت. چی شد؟ چی شد؟ فرخ پیداش کردم تای نقشه ایران. چیو؟ فرخ حرف بزن. خوب باید برم تهرون. تهرون برای چی؟ تشویقی بهم دادن. چیه ناراحتی؟ دروغ نگو. چی شد قضیه تبدیل؟ دروغ نمیگم. باید برم تهرون. لازم نیست تو بچه هم بیاد. حالا که قرار بری تهرون دیگه لازم نیست من بچه ها بیاییم. هر جا که بری ما بیخروی شدیم. حالا تعریف کن ببینم چی شد. حتی اون دنیا. حتی این حرفا چی میزنی؟ زبون تو گاز بکن. اه ده روز به مولد داده خودم معرفی کنم. اما بهم گفت اگه فردا برم به نفعمه. منم میخوام بمونم روزگارش زیاد کنم. مهدی چی میگی باز؟ معلوم هست توی چی میگی اصلا. رستمی بهم گفت دادگاه نظامی در انتظارمه. میفهمی؟ دادگاه نظامی دیگه چیه؟ درست توضیح بده ببینم چی میگی؟ نمیتونم. حالا باشه بعد. خوبه؟ گریه میکنی منم پیست میکنم؟ مامان اومد. سلام مامان. خوب شد بهتون گفتم من با دوستام قرار دارم زودتر بیاینا. دستتون درد نکن. خسته نباشین. آقا این کامران همش گریه میکرد دیگه. خیلی خسته شدم. برم من؟ بذارش بودا. مامان ناراحتیم؟ خب مشکل بابا حل نشد نه؟ وقتی اومد از خودش بپرس. پس منم رفتم. مامانی نمیخوایی بپرسین من کجا دارم میرم؟ چه میدونم؟ مگه خونه خانم طاهری نمیری؟ نه دیگه، خونه خانم طاهری تحت نظره، داریم میرم خونه سلما اینا.
نقم تایری چه؟ تحت نظره. شما بچه ها خونه خانم تایری چی کار میکردیم؟ هیچی، مون کتاب میخونیم. چند تا از بچه ها میان، خانم تایری برمون تفسیر قرآن رو میگه و نوار سخنرانی گوش میکنیم و... تو میان مامان جان، اصلا حواست هست داری چی کار؟ مامان، من که اصلا خودم بهتون گفتم، من رفتم خداحافظ. اگه بابات بفهمه. رسول سلام استوا مخلصی. سلام استوا، منو فراموش کردی؟ علیک، هنوزم از من دلخوری؟ خداییشه بخوای ها، قاچاق درآمد زیاد داره اما یه گیرایی هم داره. یه روزم یکی مثل خودت پیدا میشه، زندگی تو از این رو به او رو میکنه. نکنه حواس کردی برگردی سر کار قبلیت؟ نه جناب استوار، مکانیکی تو گرما و شرجی زحمت داره اما پولش حلاله. خداییش همیشه ممنونتم، تو زندگی ما از این رو به او رو کردی. ماشین از کجا آوردی؟ ماشین؟ ماشین مشتریه، اینم این ماشین درستش کردم، اومدم یه دوری باش بزنم چکش کنم. از رفیقای سابقت چه خبر؟ آقا هر کسی سر یه کاریه. حمیدو خب بردم پیش خودم تو مکانیکی، جلالم رفت پیش آقاش، تو خوشویی داره کار میکنه. رسول، تو از سمیر خبر داری؟ سمیر؟ نه والا، یه چند وقت قیبی زده. میگم استوار، می تو قرار نبود فرمونده پاسگاه بشی؟ به چی شد؟ خدایش استوار، ما که همه سربراه شدیم، پیام جنس قاچاق از کجا میاد ها؟ رئیس پاسگاه، آره حکمم هم زدن، دارم از اینجا میرم. دیدی گفتم تشویقی فهم میخوام بهت بدن؟ برای چی دنبال سمیری؟ کارش دارم، میتونی برام پیداش کنی؟ باشه، کجا میری؟ بیا برسونمت. خب با ماشین مردم؟ اینم خودش یه نوع خلاف ها هست. خدا وکیلی راست میگی، چشم، اینم دور خلاف. خط کشیدم. با هم برم به بچه ها بگم نمیمیری. فکر نکنی من دارم میرم برگرد سرکار خلافا. بلند اسمت سرکار استوار. خداوند متعال در این آیه میفرماید که خدا سرنوشت و وضعیت هیچ قوم و جامعه ای رو تغییر نمیده مگر اینکه اونا خودشون بخوان وضعیت و شرایطشون رو تغییر بدن. فکر کنم که اینیا میشه. خیلی خب بچه ها، برای امروز کافیه. سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ مامانم کار داشت، کامران رو گذاشته رو پیش من. عطیه اومده؟ سلام بیلیا جان. طاهری خوبی؟ ببخشید من خیلی دیر نداره، بیا داخل. کتابا رو آوردی؟ بله کتابا رو آوردم، برو بشین الان میام. سلام. 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 دیر شد من ضبط کردم که میام، میتونی ببری گوش کنی. دست درد نکنه. خیلی خب بچه ها، برنامه بعدمون خوندن و خلاصه کردن این کتاب هست. هر کدومتون یه دونش رو بردارین تا هفته دیگه در موردش حرف بزنیم. دستشون بگرد نکنه. امانت ها، مواظب باشین. ما هنوز خیلی وقت داریم مهری، مثل این که برای رفتن تهران تو عجلت از من بیشتره با. آره به خدا، همین فردا بریم. خب این همه عجله واسه چی؟ تو نمیدونی تهران چی انتظارمون میکشه؟ اینجا چی انتظارمون میکشه؟ اینجا که وضعمون خرابتره که فردا. چه خراب چه درست، هفته دیگه میریم. من هنوز چند روز دیگه کار دارم. سلام. از همین میترسم،
معلوم نیست اینجا میخوای بمونی چه دست گلی باز به آب بدی. بابا دادگاه نیست. بایسا چی شده؟ اینا چیه؟ تو چه؟ چی شده میگم؟ این چی بابا انتقال دارن تهران؟ دادگاه نظامی چیه جریان؟ چی میدونم؟ بچه ها کم کم وسایلتون رو جمع کنید بذارید یه گوشه. کیمیا میخوایم بریم تهران. تهران برای چی؟ برای چی نداره؟ من تهران نمیتونم بیام، من اینجا کار دارم. یعنی چی نمیتونم بیام؟ تو که نمیتونی تنها بمونی اینجا. برو حاضر شو. تو چرا رفتی داره فوزو؟ برو حاضر شو. بابا جون ما برای چی باید بریم تهران؟ پس زندگیمون چی؟ مدرسه من، دوستام، تهران مدرسه داره. دایی منو چرت اونجاست، عمه فروغت اونجاست، دوستات یکی یکی میفهمن پا میشن میان سراغت، سر کلهشون پیدا میشه. قصه نخور مامان جان، اونجا همه خوشحال میشن بفهمن ما رفتیم. به خصوص دایی منو چرت که حتما واسه اون گاو سر میباره. ای بابا جدی جدی میخوایم بریم تهران؟ جدی جدی میخوایم بریم تهران، مثل 3 سال پیش که اومدیم اینجا، مثل چند سال پیش که از اینجا بار زدیم رفتیم تهران، مثل هر جایی که بابات ماموریت میگیره و ما دنبالش میریم. عجله نکنیم بابا، هنوز یه هفته وقت داریم. یه هفته چیه؟ من حداقل تا آخر تابستون خرمشهر بمونم. بابا من کار بی ربط میزنم. من چی حرف بی ربطی زدم؟ بابا تو رو خدا من پیش دایی شریف اینا میمونم. اینجوری تنها نیستم. این کیوان هم اصلا پیش من میمونه. خود پای این کیوانو وسط نکش، من همین فردا میام. تو اصلا چی کار داری اینجا؟ تو چی کار داری؟ میگم حرف اضافی موقوف. بله. وسایلتون رو جمع کنید. نمیخوام وسایلتون جمع کنید. این همه لج واسه چی؟ لج؟ خیال کردی یادم رفته یارو چجوری زل زد تو چشم هر تهدیدی که دلش خواست کرد که سفر؟ اون حتما میخوای بگی هیچ قدر نمیتونه بکنه. یارو دست به کار شده. کجای کاری؟ اون وقت تو میخوای واسه پته اینو بریزی رو؟ دلت خوشه؟ سلام قربان. زود بیدارت کردم نه؟ نه قربان بیدار بودیم، برامی هم میدونه. بیا تو. چشم. گفتم بیا تو. چشم قربان، با اجازه. بگیر از دستش این شلوله. بدش من. بذار اونجا. چشم قربان. برو دو تا چای هم بیار. چشم قربان. کاغذ و قلم یادت نره. چشم قربان. چقدر شل این سرباز. بشین. چشم. امروز صبونه رو گفتم که با هم بخوریم. آش این شهر خوردن داره. مشغول شو. خواهش میکنم. شما بفرمایید. شنیدم قصد ازدواج داری. بله قربان. اگه خدا بخواد. خوبه مبارک. آشناس؟ از بستگان دوره. میاریش همینجا؟ خونه زندگی چیزی تدارک دیدی؟ دنبالشم قربان. بفرمایید قربان. کاغذ و قلم. بفرمایید. همین سوال با. برو. میخوام یه گزارش در رابطه با کارهای استوار تنظیم کنی. ولی قربان اون که دیگه از اینجا رفته. خودش رفته اما پروندهش هنوز اینجاست. میخوام یه گزارش تکمیلی تهیه کنم اون بفرستم تهران. حالا خوب گوش کن، این گزارش باید چند تا بند داشته باشه. اولیش فراری دادن سمیر با تمام جزئیاتش، دومی تهدید کنسول امریکا با کارهایی که دم خونش کرده. تو خودت شاهد اعترافش بودی؟ اعتراف قربان؟ آخه چه اعترافی؟ یعنی شهادت دروغ بدم؟ نه نه، این یعنی تنبیه یه خاطی، کسی که نظم یه پاسکار رو به هم زده، یعنی دفاع از من. میفهمی؟ میفهمی؟ رفتنی شدین. بایدون چه خبر دارم؟
سلام مامان. کجا بودین صبح به این زودی؟ میبینی که بده میبرم بابا رو بیدار کنم؟ نه نمیخواد، بذار بخوابه، خودم کارامو میکنم. اینا زیاد نیست. خودم صاف کن مادر، صاف کن. مری اینا چیه؟ سلام. این همه کارتون واسه چی؟ این همه وسیله و خرت و پرتو که نمیتونیم بذاریم تو بغلمون ورداریم ببریم. مثل این که خیلی عجله داری ها. من گفتم چند روزی دیگه کار دارم. یخچال چی کار کنیم؟ یخچال داریم تهران مادر. سلام. ما دیگه اینجا کاری نداریم. کیمیا فقط وسیله که تهران لازم داری و جمع کن. کیمیا؟ بله. کجا میری بابا؟ دارم میرم خونه سلما اینا. دیدیش؟ دیگه نگرانش نیستم. چی؟ کیمیا رو میگم. فرخ انقدر فکرت مشغول اون نقشه های خودته که دیگه هیچ به بچه‌هات هم توجه نداری. این چه حرفیه میزنی؟ مگه تو در جریان نیستی؟ چرا؟ خوب در جریانی. خونه خانم تایری تحت نظره. همشون جمع میشن خونه سلما اینا. همشون؟ بله همشون. شاگردای خانم تایری، دوستای کیمیا، همشون جمع میشن خونه سلما اینا دیگه. خب دیگه؟ دیگه کتاب میخونن، بحث سیاسی میکنن، نوار سخنرانی گوش میدن، درباره این مشکلات جامعه حرف میزنن. میفهمی؟ میری تو اینا رو میدونستی اجازه دادی بری بیرون؟ آره؟ بله. دیگه از پس دخترت بر نمیام اینجا. میخوای قول زنجیرش کنم؟ میخوای؟ میری نمیترسی براش اتفاقی بیفته؟ معلومه که میترسم، معلومه که میترسم، بچمه، جگرگوشمه، همونقدر که برای تو میترسم. فرخ بابا جمع کن بریم، قالشو بکن. فرخ به خدا منم آدمم، به فکر منم باش بابا یه ذره. اومدم. خانم تایری سلام. خوبی؟ خسته نباشی. خانم تایری قرارمون یه ساعت دیگه خونه سلماست، اینجا نباید میومدی. بله بله میدونم. خانم تایری ببخشید، کار خیلی مهم داشتم، مجبور شدم باتون حرف بزنم. ببخشید تو خدا، ولی خیلی واجبه. خیلی خوب بریم. ممنونم، خیلی ممنون. خب حالا برام تعریف کن ببینم چی میخواستی بگی. یادتونه که براتون تعریف کردم بابام با رئیس پاسگاهشون در افتاده دیگه؟ این رئیس پاسگاهه یه کاری کرده که بابام ببرن دادگاه نظامی. حالا دادگاه نظامی چرا؟ نمیدونم. مامانم خیلی نگران شده، اصرار داره که ما برگردیم بریم تهران. تهران؟ خب حالا از من چه کاری برمیاد؟ خب خانم تایری من نمیخوام برم تهران، میخوام همینجا بمونم، ما کلی کار داریم. منظورت برنامه تابستونه؟ بله دیگه، قبل تو هم کتاب بخونیم، حرف بزنیم همین. ببین عزیز دلم، باید تابع خانوادت باشی. تو هر جایی که باشی میتونی برنامه تو داشته باشی. نه خانم تایری، من به مامانم هم گفتم من نمیخوام باشون بیام تهران. بعد من تازه شما رو پیدا کردم، میدونم که جواب خیلی از سوالام پیش شماست. عزیز سلام. سلام. چه خوب شد تماس گرفتی اومدی. بشین خیلی وقت کار نه. چی شده؟ عینک چیه؟ برده بینم عینک تو. چی شده؟
اومدم بهت بگم هر کمکی بخوای هستم. کار سلطان نامرده. به خاطر چی؟ میخواست که بر علیه شهادت بدم. بیبشتم اومد اصبر نمیدونه. ممنون. میشه کرد. فکر کنم حد زده که میخوای موی دماغشی. میدونم میخواد چه کار کنه. گوش کن فرقه جان، از این لحظه به بعد باید حسابی حواست بهش باشه. یه لحظه هم نباید ازش غافل بشی. باید ببینی کجا میره، با کی تماس میگیره، چه کار مشکوکی میکنه، همه رو باید بیای به من بگی. فرخ میخوام تقاضای انتقالی بدم. باشه به وقتش. فعلا اون کاری که بهت میگم انجام بده. منم میرم سراغ سمیر. اون ایلی آدماش بهتر از هر کسی میشناسه و میدونه الان دارن چه غلطی میکنن. مامان من کارتون کتابای کیمیا رو میذارم اینجا. کیه؟ سلام دایی. سلام دایی. خوبی؟ خوبی، مرسی. چی شد؟ سلام. سلام، بی خبر کجا داریم؟ همچین بی خبر بی خبرم نیست. کیمیا خانم، کیمیا. بله. مگه به شما نگفتم وسایل خودتو علامت بزن؟ مامان من که گفتم میمونم چه دای شریف اینا نمیان. در جونم همه میخوایم با هم بریم. نمیخوام مامان، من نمیخوام بیام. کیوان برو یه ذره تناب گیر بیار بابا، تناب نداریم. چش. خواهر من این هم عجله برای چی آخه؟ همین الانش هم دیر شده. شریف میتونی یه ماشینی چیزی برای ما پیدا کنی؟ اینقدی اسباب اساسی نمیبرم با خودم. به تو فرشای آقا میمونه، حواست بخونه باش. حالا هیچی معلوم نیست. حالا نمیشه تو رو این بچه آواره بشینه. آواره کجا بوده مرد حسابی؟ خونه تهران پا چیه؟ مستجره هم که رفته. خب فرخ منتقل شده، باشه بذار خودش تنها بره. این شاید بهترین موقعیت باشه ها. بهترین موقعیت برای چی؟ تا اینکه زودتر استعفا بده دیگه. کجای کاری مرد حسابی؟ خبر نداری؟ دعوای رئیس پاسکو فرخ بالا گرفته. هم مونده بود حکم تابیدیش هم بدن دستش. فرخ لج کرده، یه چیزایی تو کلش میگذره، میخواد یه کارایی بکنه. میخواد چی کار کنه؟ چه میدونه، کاش دو کلمه با آدم حرف میزد اقلا. این که خیلی خوبه، فرخ تازه داره میفهمه این مدت واسه کیا خدمت میکرد. بابا غلط کردم، تو که بدتر از اونی. بابا یه ستوان اومده تهدید کرده، تو هم هول شدی. هم دلم نمیخواد بسش اتفاق بیفته. شوهرم دوستش دارم. اگه میخوای یه کاری واسه خواهرت بکنی، یه ماشین پیدا کن ما رو از اینجا فردا ببره. بدبختی نمیدونم تهران چی انتظارمونو میکشه. خب باشه، وقت دارین که بذار یه روز دیگه. فردا؟ چرا نمیفهمی؟ یه ساعتی دارم برای چی میگم، همین فردا. فرخ تا نبینه ما بار و بندیرمونو جمع کردیم از اینجا جم نمیخوره. فردا شریف جان، فردا. چکار کنیم؟ دوباره برامی چشم بابا، برو چشم. سلام عرض کردیم قربان، بفرمایید بفرمایید. سلام 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 سلام، ممنون، بفرمایید. نوشیدنی هست؟ ایک هست؟ بله دقیقه میاد. بفهم قربان. نگفت که برمیگرده؟ تا شما یه گلوی تحضیب کنید خودشون اومدن. بفهم قربان. بر اینجا. این چیه تو کمرت؟ آقا این خود خودی آقا دی آقا آقا خود خودشون اومد. گم شو.
سلام ستوان، خوش اومدی، خوش اومدی. قرار ما چی بود ایدی؟ اسلحه بی اسلحه؟ کار قاچاق که بدون اسلحه نمیشه ستوان. همونی که گفتم، هر چی اسلحه دارید باید تحویل بدین. خیلی عصبانی یا؟ عصبانی هم، خیلی هم عصبانی هم. شنیدم و استوارم فرستادی رفت، دیگه چی شده؟ خبرها نصف و نیمه بهت رسیده، اون هنوز هستش، موی دماغم شده. میخواستم ساکتش کنم اما تو نذاشتی. چرا حالیت نیست؟ اون تا اهواز دنبال کار من افتاده، گزارش علیه من داده. حالا دیگه همه فهمیدن درگیری من و اون سر چیه. خونده قتلش هم گردن من بیافته. یه مدت خودت بکش کنار، فقط مراقب باش، سهمت هم میرسه. آره همین تصمیمم دارم، بعد از این یه بار یه مدت قاچاق تعطیل، اما سهم من این بار باید بیشتر باشه. 70 من، 30 تو. اوه خیلی طمع داری ها ستوان، چه خبره؟ حواست باشه با کی داری حرف میزنی. بذار کنار ستوان، یادت رفته ما کیام؟ تو کی؟ این خونه، ماشین، هرچی داری کی بهت داده؟ من کی؟ تو کی؟ تو فکر کردی چه غلطی میتونی بکنی بدون من ها؟ طمع داشتم؟ اگه طمع داشتم انبارای جنس قاچاق تو خالی میکردم، تو رم تحویل میدادم، اون وقت دیگه پروندم پاک پاک میشد. آه اینجوری نمیشه ستوان، اومدی و نسازی. نه نه ستوان، قرارمون اینه بود. خیلی خوب، 2 روز بهت مهلت میدم جول و پلاستو جمع کنی از منطقه من خارج شی. بری یه خراب شده دیگه، جایی که حوزه ماموریت من نباشه. چون اگه پیدات بشه ایدی، این دفعه خودم دیگه کت بسته تحویلت میدم. 40 تا ستوان. به همونی که گفتم، تازه اونم به شرط این که گمگور شی تا آبا از آسیاب بیفته. خب 50 مو، 50 تو. احمق، چرا نمیفهمی؟ من با زندگی و سابقه خودم دارم بازی میکنم. اگه من نباشم تو نمیتونی حتی یک کارتون بار قاچاق کنی. احمق. ستوان، دارم گوش میکنم. سلام، صبح بخیر. سلام شریف، خیر سر صبحی، چه خبره؟ هیچی، صبح زودی رفتم یه ماشین آوردم که اساس ببره. مرد حسابی، انقدر هول بودی که نتونستی 2 روز دیگه ما رو تحمل کنی. خدا خیرت بده، من که سر خود کاری نکردم، مهری ازم خواسته. Oh, God.
آقا بفرم برو، ما ماشین نمیخوایم، اشتباه شده. بفرمایید. یعنی میخوایم ما برای امروز نه، برای هفته دیگه. برو برو آقا قربونه، من مسخره شماییم. این نمیره تا اینجا اومدیم ما. اصلا اشتباه نشده، خیلی هم به موقع اومدی. شما این ماشین رو ببر عقب جلوی اون در بزرگه نگه دار. کارگراتو بفرست اسباب اساسی رو بردارن. همه چی آماده است. بگو بار بزنن برن. چش خانم. مری. معلوم داری چیکار می‌کنی؟ نمی‌بینی؟ من و بچه‌ها می‌خوایم بریم تهران. تو مگه دلت خواست با ما راه بیفت بیا؟ رازیش کن بذار اینا بار بزنن. مهری. مهری بی مهری. بابا. فرخ تقصیر من نیست. این مهری نگرانته، اونی که عجله داره تو از این شهر و شهر این ستوانه خلاصت کنه. آخه این ستوانه آدم خطرناکیه، سلاح نیستن همی باش در بیفتی. منم هستم، بگو هر کاری هست بگو، منم کمکت میکنم. خب تو کاری به این کارا نداشته باش، برو ماشین رو که خبر کردی راش بنداز. برو برو پای ماشین نساسیت. ای بابا رب رب آقا درد رو به زخمی نکنی. مامان من اینو بیارم. اصلا میخوایم بریم یا نه؟ نه خیلی نمیریم بابا، که دیدی رفت، مام نمیریم. اصلا بابا میاد یا نه؟ بابا نمیاد، مام نمیریم، چون مامان گفته حتما باید هممون با هم بریم. فرخ بیا برگردیم، اومدن اونجا خطرناکه. واسه همین تو رو با خودم آوردم. از کجا مطمئنی راست گفته باشه؟ با حرفات جور در میاد. مگه نگفتی دیشب صدفان اومد اینجا؟ آخو اینجا که کسی نیست که. صبر کن. چیکار؟ بده کار دارم. مسئولیت داری نمیتونم. با من بس نکن. فرخ بیا برگردیم. اعتماد داری یا نه؟ اسلحه‌تو بده. بیا برگردیم فرخ. خیلی خوب. رفی بودو بودو سوتو هستم. سوتو فرخ چی شده؟ نمیدونم. سوتوانه؟ سوتوان سده من نشتم. سوتوانه کشتن؟ سوتوان نمیدونم. فرخ دست بشنستم. فرخ دست بشنستم. داریم تو درد سر میفتیم، بیا بریم بیرون. چی داره؟ بدنش هنوز گرمه. با این یه دامه کشوندنت اینجا که قتل این بیفته گردنت. بیا بریم. بابا شاید زنده بمونه. کمک کن ببریم. بریم فرخ، بیا بریم. از جا تکون نخور و سوار.
از جا چکون نخور، اصلاح تو به زمین. گفتم اصلاح تو به زمین، اصلاح تو به زمین. گفتم اصلاح تو به زمین. اصلاح تو به زمین. بده بابا اصلا همینطوری میخواستی معلوم بشه؟ جفتشون باز داشت چشم خوربا دسته تو بیار جور اینا رو ول کردی به امان خدا؟ بیا آقا چون این نصف کرایت، این انام بچه ها، این هم آدرس. ایشالا وقتی رسید تهران بقیهشم با تصویر من. ما به امید خدا برای فردا غروب تهرانی. خب مسئله که از من تحویل من خودم تحویل میگرم ازت. ما امشب با قطار را میرم. نه آقا این ماشین جایی نمیره، امشب هم بذار گاراژ. چی میگی؟ حالا دیگه نوبت توه؟ نمیفهمم تعریف ما چیه این وسط. آقا چیزی که بهت گفتم انجام بده، پول خوابشو من بهت میدم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی نداره عزیز من. شریف کجا میفرستی اونو؟ منو بگو دلم خوش برادر دارم حالمو میفهمه. این ماشین همین الان راه میفته میره تهران، متوجه شدی؟ همین الان با همه اسب و بساطش میره تهران. مهری صبر کن بیا همینجا بس. بله آخه تو بدون فرخ نمیتونی جایی بری. مگه بهت نگفتم فرخ تا نبینه ما بار و بندیلمون رو بار نزدیم راه افتادیم راه نمیفته ما بیاد تهران. آخه چطور بهت بگم؟ چرا چطور بگی؟ فرخ رو بازداشت کردن. برای چی فرخ رو بازداشت کردن؟ ستوان راستمی کشته شد. کی میتونه حال مادری رو درک کنه که خانوادش تهدید شده؟ اون روزا مادر من چیزایی رو میدید که من با سادگی و بی‌تجربگی خودم انکارشون میکردم. اون فهمیده بود یه حادثه بزرگ انتظار زندگی ما رو میکشه. خودش! خودشه! بگیریدش! خب باید بدونی تکلیفمون چیه یا نه؟ تکلیفمون خیلی هم معلومه. چه هم میکنم؟ یا نمیش تمکن بکنی به خودم. چیزی شده اما خودم داره چه آشی برات بخواهم. تو نگران فردای من نباش. باید احتیاط کنیم. با احتیاط موافق. سلام. 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 ای لحظه